و حکم دیپورت وحید خزائی و داوود هزینه، دو شاخ اینستاگرامی از ترکیه. خبرگزاری های داخلی از اخراجشون خبر دادن. دو نفری که با جنگ های لفظی در دنیای مجازی و درگیری های حقیقی تو دنیای واقعی تونسته بودن فالوورهای زیادی رو جذب کنن. ماجرا رو از زبان مهدی بشنویم. من وحید خزائی پسر ایرانم. هزینه‌های قبل تو همه سوء تفاهم بوده. وحید خزائی و داوود هزینه، دو شخصیت شناخته شده یا همون به قول معروف دو شاخ اینستاگرامی. اوه اوه اوه، تیراندازی تیراندازی تیراندازی، زدم وحیدو، زدم وحیدو، دارم میزنم. هرچند این دو پس از اقامت در ترکیه و انتشار ویدیوهایی از کلکلها و بگومگوهای مجازی با چاقو و اسلحه واقعی با همدیگه درگیر شدند و جنجالهای زیادی به راه انداختند، اما حالا و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی از جمله عصر خبر، پلیس ترکیه شاخه هر دو نفرشون رو به خاطر اعمال خلاف شکسته و حکم اخراجشون از این کشور صادر کرده. دختر خوبیه اینا. نمی‌دونم ما قمار بازیم. صبح تا شب داریم قمار پول می‌بریم. گویا هم وحید و هم داوود سایت‌های شرط‌بندی و قمار رو اداره می‌کردن و به گفته یکی از نزدیکان این دو به اتاق خبر که نخواست نامش فاش بشه، چاقوکشی و حمل اسلحه از جمله دلایلی بود که پلیس ترکیه وارد این پرونده شد. فقط هم بخاطر سایت شرط‌بندیش بوده که سایتش بره بالا. من فرادش قوه چشات، چه خبر با هزینه‌های جدید؟ برخی سایت‌های خبری میگن داوود هزینه از ترکیه به گرجستان رفته و وحید خزائی هم که حکم اخراجش قطعی شده باید خاک ترکیه رو پس از تعیین تکلیف پرونده قضاییش ترک کنه. وحید خزائی متولد 1364 در تهران. قبل از حضور پررنگش در اینستاگرام به پسر تلگرامی معروف بود. همون پسری که به خاطر عکس‌های منتشر شده که به ادعای خودش مال خواهرزن داداش و دخترخاله‌هاش بودن توسط پلیس فتا دستگیر شد و بعدها برای پناهندگی آمریکا سر از ترکیه درآورد. این در حالیه که او همزمان با اعلام پناهندگی برای عزیمت به آمریکا، ویدیوهایی در حمایت از دشمن آمریکا، آیت الله خامنه ای هم منتشر میکرد. آقا خامنه ای هم که همش میگه، همش از دین و اسلام میگه میخوای من نبخشه، میبخشه دیگه. دو تا چهار تاست. اون طرف داستان داوود غفاری، معروف به داوود هزینه، با این کلیپ اصطلاحاً در اینستا ترکون. از امروز همه هزینه ها فقط برای تو میشه. تو ملکه منی. نکته‌ای که بیش از هر چیزی شاید جالب توجهه، همین قصه قهرمانان چند ده و چند صد هزار فالووری در دنیای مجازیه. قهرمانانی پوشالی که با بکنج عزلت رفتن هنرمندان واقعی، اون هم به خاطر تنگ بودن عرصه ارائه هنر در چهار دهه گذشته، بدون داشتن مهارتی خاص و تنها با فحاشی و کارهای عجیب غریب، یک شب راه 100 ساله رو رفتن. البته فقط در حوزه اعداد. یه چاقو زدید اینجا، یه دونم زدید پشتم. مهدی پرستاران، اتاق خبر. فهمیدی یعنی چی؟